حالا آقای مثال سرنوشت زنانی که مخالفت میکردن با همچین روابطی اگر که وجود دارن زنانی که مخالفت میکردن چی بوده؟ خب به ندرت چیزی بیرون اومده یا به ندرت ما اطلاعی از این مسئله داریم. میدونیم برهای مختلف زیر فشار برده میشدن ولی لااقل میدونیم که کسی بوده که در خوابگاهش خودکشی کرده یا گفتن خودکشی کرده. چرا؟ کسی نمیدونه. ببینید ما مثلا مینو فتحعلی رو داریم یا مهری موسوی رو داریم. من مهری موسوی رو خودم شخصا میشناختم در انگلستان در سال 1375 من با اون کار میکردم. ببینید اینها به قتل رسیدن به طور قطع و یقین و اون هم بعد از حمله نیروهای امریکایی است. در اطلاعیه اولیه مجاهدین از اونها حتی به عنوان عضو مجاهدین یاد نشد ولی به عنوان کسانی یاد شد که در بمباران‌های امریکایی ها به قتل رسیدن، در حالی که این گونه نبود. اونا تا بعد بمباران هم زنده بودن و بعد که چون متوجه اشتباهشون شدن اونا رو کردن عضو شورای رهبری مجاهدین، در حالی که تو اطلاعیه اولی این نیست. ببینید مهری موسوی دیده شده که مسعود رجوی اون رو زیر مشت و لگد گرفته بود، اینو دیدن. و بعد مهری موسوی شاهدانی هست مبنی بر این که مهری موسوی توی خوابگاه سیانور تو دهنش کردن. نه حالا این سیانور کردن رو ندیدن ولی در اثر خوردن سیانور مهری موسوی در گذشته و نه بمباران امریکایی ها. این دروغ است که بعدها مسعود رجوی درست کرد، در حالی که باید اینم بعد بدونیم که در خوابگاه مجاهدین مطلقا سیانور یافت نمیشد، یعنی جایی نبود که شما سیانور رو داشته باشید مگر اینکه در حلق این کرده باشه. یا مینو فتحعلی فرار کرده بود و تلاش کرده بود که خودش رو به اردن برسونه، توسط استخبارات عراق دستگیر شده بود، بعد از آزار اذیت های اونها تحویل مجاهدین داده شده بود و او با یک مردی فرار کرده بود. به طور قطع و یقین اون در بمباران امریکایی کشته نشده. اینها نمونه هایی است که خب ما داریم و متاسفانه قربانی این فرقه شدن. حتما میتونه کسان دیگه ای بوده باشن که ما اطلاع نداریم. این از همون زوایایی است که کسی نمیدونه، ولی تهدید به قتل به طور قطع و یقین صورت گرفته و افراد زیادی هستن که میتونن شهادت بدن که اونها رو میگفتن چنانچه بخوان جدا بشن به قتل میرسن.